سلام دوستان، امیدوارم کارتون مثل همیشه خوب باشه. یه روز دیگه و یه ویدیو دیگه اومدیم خدمت شما دوستای عزیز باشیم. عزیزان دل، امروز ما میخواییم این لبه نور مخفی رو براتون آموزش بدیم که باید چگونه ما بگیریم. لبه ترکناف و ساده است. اگر ما بخواییم لبه رو به صورت ابزار زدن بگیریم، ما یه ابزار درست میکنیم با دو تا شمشه، یه شمشه زیر میزنیم به همین حالت و یه شمشه بالا میزنیم، شمشه رو یکم بریم عقبتر که ما بتونیم ابزارمون رو روی لبه سوار کنیم و اجراش کنیم. الان این لبه رو که مشاهده میفرمایید دوستان، این لبه ترکنافه و ترکناف همیشه باید شمشهش تراز باشه. به همین شکلی که الان مشاهده میکنید عزیزان، ما یه ماله بر میداریم و روی لبه شمشهمون میذاریم. دوتا شمشهمون باید مساوی مالمون باشه. مثلا اگر یه خورده پیچونده باشه شمشه، باید پیچش رو بگیریم و صاف درش بیاریم. الان بالا و پایین باید دوتا لبه شمشهمون بچسبه به این گوشه مالمون که باید شمشهمون تراز و گونیا باشه. احتیاجی به تراز نداریم که ما باید حتما تراز بذاریم. وقتی که این شمشه بالای صاف این باشه، شمشمون به صورت خودکار تراز در میاد. خب دوستان، ما اینجا کنم از قبل اون طرفش رو اجرا کردیم و زدیم تموم شده. الان رسیدیم به این طرف نورمخفیمون. این طرف نورمخفیمون رو هم دو تا کنم، یه کنم اینجا زدیم و از قبل کنمش رو به صورت نونم یا درسان در آوردیم و یه مقدار از روی این کروم ما تراشیدیم که بتونیم یه خورده گچ تازه بزنیم روی این کروم و شمشه رو بچسبونیم روش. وقتی شمشه رو بچسبونیم روش، زمان کندن شمشه اینجوری کارمون نمیشکنه. حتما توجه داشته باشید وقتی ما کروم رو میخواییم جلوتر بزنیم، حتما با یه قسمتی از کروم رو تقریبا نیم سانتیمتر روی کروم رو بتراشید که بتونید دوباره روی کروم گچ بندازید و گچتون راحت و مرتب از شمشتون جدا بشه. خب عزیزان، مشاهده میکنید نورمخفی شکل گرفتن نورمخفیمون رو. بریم برای ادامه آموزش. خب عزیزان، با همین طریق که مشاهده میفرمایید عزیزان، ماهی قسمت از گچ رو وسط شمشه زدیم که شمشمون لا نیاره خراب بشه. بعد ما اومدیم یه مقدار گچ رو زیر روی کرومون میزنیم که گچمون بچسبه به شمشه و شمشمون عقب جلو نشه. Thank you.
عزیزان الان شمشامون تنظیم شد، میریم سراغ گچ کردنش. به همین شکل عزیزان اگر کرم میزنید یه مقدار گچ حتما روی کرمتون بندازیم که بعدا اینجا کنده نشه. و این رو هم توجه داشته باشید عزیزان که حتما باید گچ لبمون صفر باشه. اگر گچ لبه یه مقدار کم مایه باشه این رو مطمئن باشید که بعدا تو میکشه خودش رو تو میکشه و ترک. به این شکل خورده گیش رو تابدار تر بزنیم و زمانی که به این شکل تابدار زدیم و ماله رو یه خورده به این شکل راسته با نوک میخوابونیم و گیشمون خودش رو صاف میکنه و یه مقداری از گیش میچسب زیر شمشه. وقتی گیش چسبید زیر شمشه دوباره به این شکل با دستمون از قسمت پایین و بالا با دست میکشیم زیر شمشه. بعد از دستانمون میاد شمشه رو میذاره پشت این شمشه ها که گچ خیلی پشت نره. وقتی که عزیزان قلق کار رو بفهمید اصلا نمیخواد یه شمشه اضافی پشت شمشه بذارید. به همه راضی ما میتونیم لبه کارمون رو بگیریم. عزیزان وقتی که زمانی که کارمون جلوی شمشمون رو گچ کردیم حتما بیاییم با دست به این شکل جلوی شمشمون بکشیم که ترک های شمشمون گرفته بشه و تیر مالهی در آخر جلوی شمشمون رو شمشی گچ کنیم. عزیزان مثل بنده زمانی که اون برای کارتون تموم شد بیاید یه کرم این وسط بزنید که زمانی که ما میخواییم شمشمون رو این بر بزنیم راحت کرممون رو تنظیم میکنیم از روی کار و بعد شمشمون رو میذاریم روی کرم. این شکل عزیزان و این رو توجه داشته باشید این ناکرام ها رو که وقتی روی لبه میزنید حتما باید کمی شیبدارتر باشه و از سر کرام ما این بر باشید که ما بتونیم
هی وقتی که شمشه زیرمون رو میاریم جلو، شمشه بالای رو هم بیاریم جلو تر. و وقتی که کروم رو میزنیم، کروم باید کمی ریشه دار باشه. وقتی که ریشه دار باشه کروم هیچ وقت نمیشکنه. اگر ریشه دار نباشه کروممون میشکنه و خراب میشه. خب عزیزان، در آخر گوشه از صندلیمون یه مقدار گچ رو نگه می‌داریم. اون مقدار گچ رو که نگه داشتیم برای لیسه جلوی شمشمون نگه می‌داریم و یه لیسه بر می‌داریم که جلوی لبه شمشه رو با گچمون لیسه بزنیم. بعضی دوستان میگن اگر که با همون گچی که لبه رو گرفتیم اگر بخواییم لیسه بزنیم، نبشمون خودش رو تو میکشه. نه دوستان، اشتباهه. اگر شما وقتی که میخواید لیسه بزنید جلوی لیسه تون گچ کشته باشه، بله اون موقع خودش رو تو میکشه. و وقتی که گچ مصور سفت نشده باشه، گچ زنده باشه، هنوز هیچ وقت خراب نمیشه، خودش رو تو نمیکشه. حتما توجه داشته باشید وقتی که این گچی که توی دستتون هست، گچ وقتی کشته میشه این گچ رو بندازید دور که دیگه خودش رو تو نکشه. خب عزیزان، مشاهده کردید عزیزان دلم، ما این لبه رو گرفتیم و وقتی که گچمون صفر شد، خودش رو گرفت، اون شمشه زیری رو اول بر می‌داریم و در آخر وقتی که شمشه بالاییمون هم یه مقدار زمان از روش گذشت و تمام شد، این ته شمشه رو به این شکل می‌گیریم، آروم آروم میاریمش بالا که لبمون ضربه نخوره. هیچ وقت به این شکل با ته مالا یا با ته کاردک به شمشه ضربه نزنید. با دو تا انگشتتون داخل سوراخ شمشه کنید و شمشه را با آرومی بکشین بالا دوستان. خب عزیزان، امیدوارم که تا اینجای ویدیو اومدید، از ویدیو خوشتون اومده باشه و اگر از این سبک ویدیوها خوشتون میاد و علاقه دارید، حتما حتما کانال رو سابسکرایب کنید و ویدیوها رو هم لایک کنید عزیزان، تا بیشتر ویدیوهامون نشون داده بشه. شما رو به الله بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.